تو رو حق دادم از آویان خدایت، شکن زنجیری از آرد زباید، کنیم نابود خشونت رازی مئین، همین باشد تو رو را حقوقتان زندگیتان. میرے عاشق اب تم ہی ہو. پدر نوید میبینی که بچه چقدر خوش است؟ آه او را خو میبینم، اما نمیفهم چرا که خوش است. بخاطر که بالاخره گپ دل خود به ما گفت. چقدر خوب، ای گپ دلش دیگه چی است؟ بله، بچه ما گلاله دختر نادرخانه خوش کده، او میگه که از گلاله خواستگاری کنین. نادرخان همسایه ما رو میگی؟ آه امین نادرخان همسایه ما شما. لا حول ولا. او بچه نوید، تو یک بچه فامیده و تحصیل کده، از توی توقع را نداشتم که دخترت یک کس را خوش کنی که مجرم هم بوده و بندی هم شده. پدر، کاکا نادر مجرم نبود، شما چطور مجرم گفته میتانین؟ اگه مجرم نبود پس چرا بندی شد؟ خیر به نظر تو مجرم کی است؟ ببین پدر جان، ما وقتی یک شخص مجرم گفته میتانیم که اتهام وارد شده سرش از طرف محکمه سیگانه ثابت شود، تا زمانی که اتهام وارد شده بالای شخص ثابت نشده باشه او فقط متهم گفته میشه و بس. و باز کاکا نادر خو از اتهام وارد شده براءت گرفت، یعنی کاکا نادر از طرف محکمه براءت الذمه یا بیگناه ثابت شد. دیدی پدر نوید که بچه‌م انتخاب بی جای نکده، سر هر کس تهمت میشه، اما تهمت خو به معنای اثبات جرم نیست. سر بیچاره نادر خانم تومت شده بود و خدا را شکر که بیگناه ثابت شد. ما دیگه شنه میفهم، ای را بگو که از دختر نادر خان تیر شوه، ما خو کم خیش و قوم نداریم، برای کدام دختر دیگر انتخاب کنه؟ هرچی باشه مردم نادر خان خوب نمیبینه. پدر جان، کاکا نادر از محکمه براءت حاصل کرده، یعنی بیگناه ثابت شده. شما میفهمین که براءت در لغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت و تبرع شدن از گناه است، و اصل براءت الذمه در حقوق هم به این معناست که حالت اصلی شخص بیگناه بودن است، و تا وقتی که به حکم محکمه با صلاحیت محکوم نشود بیگناه شناخته می شود. پس از نظر حقوقی کاکا نادر کاملا بیگناه است و از تهمتی که سرش شده بود براءت الذمه است. دیگه چی میخوای عمر دکا؟ بان که مراد امی بچیم پوره شوه و بدل خود برش زن بگیریم. او زن، ما خودم نادرخان و خانواده نادرخان بسیار دوست دارم، اما در تشویشی هستم که مردم چی خواد گفت و باز ما نزد خدا و قانون و مردم ملامت نشیم. پدر جان، وقتی قانون اساسی کشور ما که مبنا از شریعت اسلام است در ماده 25 میگه که براءت الذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته می شود. پس ما و شما و تمام مردم باید بدانیم که نباید کسی را که از طرف محکمه براءت الذمه یعنی بیگناه ثابت شد مجرم بگوییم. بچه ما حال کلان شده و مردکه، از ما تو کده گپای فامیده میزنه، حال دیگه جواب شبته. چی جواب شبته موزن؟ حالی بچه از ما کده زیاد بفهمه، حال فهمیدم که واقعا بچه ام کلان شده. او شخص با فهم و آگاست. دیدی امی فامیدگیش امروز فکر ما نسبت به نادرخان تغییر داد، یعنی هیچ وقت به فکرم نرسیده بود که وقتی که یک شخص از طرف محکمه بیگناه ثابت شوه عین مثل سابق وار دیگه پاک و معصوم است. ذهنیتم نسبت به نادرخان تا حال اشتباه بوده. و خوب شد بچه‌م که مرا فهماندی. خیر ببینی بچه‌م. تبریک باشه بچه‌م، پدرت راضی شد. تبریکی را بان هوزنکا، بخی بریم که پیش از ما کسی دیگه به خواستگاری نره. حقوق شنونده های عزیز برنامه حقوقتان زندگیتان سلام. با برنامه حقوقتان زندگیتان باز هم خوش آمدین.
در این برنامه هر هفته به شما در مورد موضوعات مختلف حقوقی، مساعدت های حقوقی و قوانین کشور آگاهی داده می شود. آزادی و حق زندگی کردن یکی از حقوق اساسی انسان ها به شمار می رود که از آوان تولد تا آخرین نفس زندگی این حق را هیچ کس و هیچ قانون از آن گرفتن نمی تواند. هر انسان در محدودیت های قانونی حق آزاد بودن، آزادی بیان، حق انتخاب شغل، انتخاب زوجه و غیره را دارا می باشد. در قانون اساسی افغانستان نیز راجع به حق آزاد بودن تاکید زیاد شده، بناهن تا زمانی که محاکم ثلاثه یک شخص را مجرم قرار ندهد، شخص تا آن وقت بری ذمه و بیگناه شمرده می شود. موضوع کنونی برنامه حقوقتان زندگیتان اصل براءت ذمه است که مبانی و اهداف اصل براءت ذمه عبارت از لزوم احترام به کرامت انسانی و لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی انسان ها می باشد. شما می توانید با شماره 0788-88-6350 با ما همروزه در تماس شوید و همچنان از همین شماره فعلا در جریان برنامه پرسش هایتان را مطرح نمایید. در این برنامه مهمانان گرامی ما محترم دوست محمد عارف عضو آگاهی حقوقی ریاست مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه و محترم محمد عالم عتیق استاد پوانتون هرات و وکیل مدافع با ما در استودیو و محترم عبدالله بارکزی عامر مساعدت های حقوقی ولایت کندهار که از طریق تلفن با ما در برنامه وصل هستند. پیش از این که در مورد اصل براءت ذمه از مهمانان برنامه ما بشنویم، نخست از مردم بشنویم که در مورد چی معلومات دارند. محکمه باید از بیادر در این فیصله خود دقت داشته باشد. میتونه که بیادر یک کس حق یا ناق بندی کنه تا نشه که بیادر موحق ظالمه به مظلوم بتا از مظلوم از به ظالم بتا. ما خواهش میکنیم که در این احرسی احکام خود بسیار همیاد دقت کنن. اولاد ما به نظر بنده کله چې یو شخص یا محکمه برات ورکی یا یو کس د محکمې څخه خلاصون مومي، ځکه محکمه غون صلاحیت لري شاید د وکیل د مدافع یا د محکمې هغه شخص بیگنا ثابت کړي چې د بیرته زی خپل کورنۍ ته. زمانی که یک شخص از طرف دولت براءت داده میشه و محکمه او را براءت میده و مجرم شناخته نمیشه، او باید رها شوه و شخصی که بالای از این ادعای ناقه کرده در مقابل بعد او دوباره خواسته شوه و شخص محکمه شوه و شخص به جزای اعمال خود برسه. شنوندای عزیز بازم به برنامه خوش آمدین. یک بار دیگر شماره موبایل برنامه که با ما در تماس شوید خدمت شما ما او را قرائت میکنیم 0788-88-6350 هست و شما میتونین با ما تماس بگیرین. خب جناب محترم عارف صاحب، نخستین سوال از شما میپرسیم ای که شما بر ما بگوین که اصل براءت ذمه یا بیگناهی چی مفهومی را ارائه میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، با عرض سلام و احترام حضور مهمانای شما و شنوندگان برنامه شما، در رابطه با سوال شما باید گفت که اصل براءت ذمه مفهومی بسیار وسیع داره. اگر این ما از دیدگاه شریعت صحبت بکنیم یا قانون صحبت بکنیم ایجابی بحثی طولانی را میکنه، اما باید گفت که اصل براءت ذمه در زبان عامیانه بیگناه شناختن شخص است و همین بیگناه شناختن شخص ما در قالب یک مثال اگر برای عامه مردم توضیح بدیم، او یک قسم است که یک ظرف ما آب بگیریم، ظرف آب پاک باشه و در یک جای بگذاریم تا زمانی که در او آب پاک چیزی ناپاک نفته، بر اصلی پاک بودن از او حکم میکنیم. همچنان هر انسان از بدوی تولد خود بیگناه شناخته می شود، هیچ جرمی را مرتکب نمی شود تا زمانی که جرمی را مرتکب شود و محکمه باصلاحیت مطابق ماده 25 قانون اساسی و ماده 5 قانون اجرات جزایی که در حقی از اون مجرمیت فیصله بکنن. بله، بسیار زیاد تشکر جناب عارف صاحب. جناب بارکزی صاحب، شما صدای ما را میشنوین؟ بله. خب شما بر ما بگوین که قانون اساسی و قوانین عادی در مورد اصل براءت ذمه یا بیگناهی کدام احکام یعنی پیش بینی کرده توضیحات بتین. داست نمخ که ده پروگرام طولو تخنیکی همکارانو او ده پروگرام برخوال تسلام احترام پا ورندی کولو سرا دوم دان چه ده هواد اساسی خانون 15 ماده او ده جزا خانون 3 ماده او ده جزایی جراتو خانون 15 ماده
صراحت لري چې د برات زمي حالت سره اصلي حالت ده. په دې معنی چې یو شخص تر هغه وخت پورې چې د هغه عمل چې اسلامي شریعت او د جزا د قانون په خلاف وي، د هغه من را نوري، هغه سره نه کوي، د مجرم نه دی. او کله چې د باصلاحیته محکمې د حکم په اساس باندې په قطعي حکم باندې د محکوم رحي نه وي پېژندل شوی، د مجرم نه دی، دی په ګناه ګڼل کېږي. یعنې د عدلي تحقیق په ټولو پړاوونو کې، که هغه د کشف په مرحله کې، که د تحقیق په مرحله کې، یا د تحقیق په مرحله کې دغه متهم ویل کېږي یا مظنون ورته ویل کېږي، بله. ډیره مننه جناب بارکزای صاحب. بازم به استودیو برمیگردیم. جناب عارف صاحب، چون این سوال هم مربوط از این است که شما باید جواب بدین، آیا شخص مظنون و متهم در مراحل کشف، تحقیق و تعقیب از اصل برات ذمه یا بیگناهی برخوردارند یا خیر؟ تشکر. در رابطه با این سوال باید گفت که ما قانون اجرات جزایی را که ماده 7 از او را اگر ما مطالعه بکنیم، امی جریان تعقیب، کشف و مظنون و متهم که چی از اصلی برات ذمه برخوردار از حقوق میشوند یا خیر، تقریبا در حدود 20 بند ماده 7 قانون اجرات جزایی در رابطه با اصلی برات ذمه مظنون و متهم نکات آتی را پیش بینی کرده. مثلا زمانی که شخص مظنون یا متهم قرار میگیره، باید از بدانه ایده که از جرمی که به او منصوب شده و همچنان مسئول باشه، از توهین، تحقیر و همچنان اطلاع به فامیلش داده شوه و همچنان ارائه اسناد و مدارک در قبال جرمی از او از طرفی پلیس و سارنوال بری از او در قبالی از او بدست بیارن و همچنان برش وکیلی مدافع تعیین شوه و هم ترجمان برش تعیین شوه و او حق اعتراض داره که بالای سارنوال یا پلیس هم اعتراض بکنه که ما با کدام جرم به اصطلاح دستگیر شدم و همچنان ارتباطی کتبی با فامیلش داشته باشه و تعقیب عدلی بدون تاخیر به اصطلاح برگزار شوه و همچنان حق حضور در جریان محاکمه باید داشته باشه. اینها همگی دلالت به این میکنه که اگر مطابق به این ماده 7 قانون اجرات جزایی این قاعده را و این بنده های ماده قانون اجرات جزایی را در نظر بگیرن، حتما اصل برات ذمه تحقق پیدا میکنه در قبال مظنون و متهم. بسیار زیاد تشکر. خب استاد محترم، شما بر ما بگوین که برات ذمه یا بیگناهی با اصل شخصی بودن جرایم و جزاها چی ارتباط داره؟ من خدمت شما و شنوندهای محترم شما عرض سلام و ادب دارم. از او جایی که اصل بسیار مهمی هست در قرآن عظیم الشان، در آیات متعددی از قرآن عظیم الشان موضوع شخصی بودن جرم و جزا مورد بحث و بررسی قرار گرفته که من یک آیه را خدمت شما میخونم و اشاره میکنم به آیات متعدد دیگری که در قرآن آمده. ما در سوره اسراء در آیه شماره 15 یک آیه داریم به نام ولا، آیه داریم که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تزر وازرة وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. در سوره نجم آیه 38 باز در مورد ولا تزر وازرتون وزر اخرى دوباره تاکید صورت گرفته. در سوره زمر در آیه شماره 7 باز تاکید صورت گرفته. در سوره فاطر در آیه شماره 18 باز در این مورد تاکید صورت گرفته. در سوره انعام باز موضوع شخصی بودن جرم و جزا مطرح است. ببینین قرآن عظیم الشان در چند موردی که یادآوری کردم بر شخصی بودن جرم و جزا تاکید بسیار زیاد میکنه. من اگر خلاصه همین آیه را ترجمه کنم، ولا تزر وازرة وزر اخرى، هیچ کسی گناه دیگری را بر شانه‌اش حمل نمی کند. بله. و از همین دانسته میشه که این اصل بسیار مهمیه. خداوند میگه که گناه هیچ کسی از دیگری پرسیده نخواهد شد. هیچ کسی به خاطر دیگری مجازات نخواهد شد. به این خاطر بسیار اصل مهم و بسیار ارزنده. بله استاد محترم، چون ما یک تماس داریم میشه که این تماس بگیریم. بله بفرمایین. سلام علیکم، مشنوین؟ بله یا مشنویم. برنامه حقوقدان زندگیتان است؟ من زهرا هستم از غزنی به تماس شدیم. مهربانی، تماس شما را میگیریم. شما امروز برنامه تان راجع به این بود که برایت زمه یا بیگناهی. بله و من میخواستم میرستم بخواستم که
کسی که از طرف محکمه بیگناه ثابت میشه آیا اون حقی را داره که یاد حیثیت کنه یا خیر؟ بسیار زیاد تشکر. حتما از میمانان خودی موضوع را میپرسیم. جناب استاد شما برای ما بگویین که ایش ربنده ما از غزنی تلفن کرده و کسایی که از طرف محکمه یعنی برای ذمه قرار میگیرن اینا باز مسئله که مربوط به محکمه شان است یا موضوعات دیگه که دارن چی خواهد بود؟ من سوال خواهر ما را گرفتم. ببینین خواهر ما وقتی که یک کسی از طرف محکمه بیگناه به اثبات میرسه و برای ذمه شناخته میشه در اصل براءت ذمه از او کدام صدمه وارد نشده و ضرورتی به اعاده حیثیت نداره، مگر اینکه میتونه مطابق ماده 54 قانون اساسی افغانستان مطالبه جبران خساره رو بکنه. در صورت یک شخص میتونه اعاده حیثیت بکنه که یک محکمه، دو محکمه، الی محکمه سوم حکم به مجازات از او صادر شده باشه، بعد از حکم مجازات فهمیده شده که آدم بیگناه است، در اون زمان میتونه اعاده حیثیت بکنه. در این موردی که خواهر ما پرسیدن در هیچ ضرورت به اعاده حیثیت نیست، چون اصل براءت ذمه اصل اصلی است. شخص بیگناه بوده، محکمه او را بیگناه شناخته، حیثیتش هم صدمه ندیده، بله. اما یک چیز دیگه میتونه مطالبه کنه، چیزی به نام جبران خساره میتونه. تشکر جناب عارف صاحب، بازم بر شما برمیگردیم چون وقت برنامه ما هم بسیار کوتاه است. سوالاتی که شما میشه و همچنان که ما دوست خود داریم از ولایت کندهار بر از اونها هم سوالات راجع میسازیم. اصل براءت ذمه یعنی بیگناهی از نظر شریعت اسلام چی حکم داره؟ تشکر. در رابطه با این سوال باید گفت که یک قاعده فقهی هست، یعنی اصل براءت ذمه یک قاعده فقهی است و فقه ما می دانیم که مصدر فقه یعنی گرفته شده از کتاب خدا، سنت رسول الله، اجماع و قیاس، و این یک قاعده است که نبی علیه الصلاة و السلام در فرمان خود فرمودن کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، یعنی هر طفل بر فطرت اسلام پیدا میشه، یعنی وقتی که هر انسان به فطرت پیدا میشه او در حقیقت هیچ گناهی را مرتکب نشده، اصلش تا پاک است، معصوم است، و از امو زمان معصوم بودنش یعنی جرمی را مرتکب نمیشه. بالاخره ای اگر بزرگم که میشه او بیگناه میباشه. و همچنان مجلد الاحکام در ماده 5-6 خود در اونجا به ارتباط امی قاعده گفته که ابقاء ماکان علی ماکان، یعنی هر چیز بر اصلیت خود باقی میمونه. از منظر شریعت اسلام اونمو اصل براءت ذمه اساسا یک اصول شرعی و قاعده شرعی. بله بسیار زیاد تشکر عارف صاحب. جناب بارگزای صاحب ما وازوری. بله صاحب. خب بیجا بازم سوال میشه که رعایت اصل براءت ذمه از طرف پلیس و سارنوالی چی اهمیت داره؟ پلیس و اداره و سارنوالی اداره چه ده هیواد اساسی قانون دی اصول تلور درشوی مادی دی حکم ترسم پولیس چه جرایم و ده کشف وظیفه لری و سارنوالی اداره چه ده جرایم و ده تحقیق و تحقیق وظیفه لری. دوار اداره ده قانون ده پلی کونکو اداره تو یا ده قانون پلی کونکو ارگانو پا حیث بانده ده برات و زمین ده اصال پا پلی کونو پا رعایت کونو سر کامل المکلف ده. بله. او مزنون نو تورن ترسو چه ده باصلاحیت محکمه ده حکم پاساس بانده محکوم علیه نوی پیجندر شوه ده بی گناه ده او هیچ سارنوالو پولیس نشی کوله چه ده خوی سر ده و مجرم پا صفت بانده برخورده که بلکه ده برات و زمین ده اصال پا رعایت کونو سر هغه سر ده بی گناه او بری شخص پا صفت بانده چلن که. بله دیره مننه جناب بارگزای صاحب. خب شنوندای عزیز بازم یک تماس تلفنی داریم. بله بفرمایید. بله خب که بارگزای صاحب سوال پاتی برخه پاتی مهربانی وکړی. نو مونږ ویلې شو چې د پولیسو اداره او د سارنوالۍ اداره عملاً په خپلو اجراتو کې د براءت ذمه اصل چې د مقدم ګڼي په بې ګناه او د الزامیت په بله بله ډیر مننه جناب بارگزای صاحب. بله شنونده عزیز میشه که سوالتون مطرح کنین؟ بله سلام علیکم امید الله است مجلس قبل و سالی پغمان. امید جان بفرمایید سوالتون مطرح کنین. میشه باز با وجودی که از طرف محکمه بیگناه هم ثابت میشه ولی مردم هنوز همون رو به خوب نمیبینن، همین به نظر شما خب جناب عتیق صاحب شما میشه که در این رابطه سوال شنونده ما را گرفتین بگوین که به نظر یعنی درستر مردم نمیبینه وقتی که بیگناه هم میشه این نمیشه مهربانی؟ تشکر برادر عزیز. متاسفانه این مشکل وجود داره، در حالی که هر انسانی
به خصوص ادارات عدلی و قضایی مثل سارانوال، پلیس، محکمه هم گاهی اوقات دچار اشتباهات میشن. به همین خاطر است که قانون اجرایات جزایی ما اصطلاحات بسیار خوبی رو به کار برده. مظنون، مظنون یعنی کسی که سر شک وجود داره. زمانی تا شک، تا زمانی که دلایل کافی برای یک نفر پیدا نشوه، او آدم فقط سر شک وجود داره. میشه سر هر کس شک وجود داشته باشه. از نظر خود میتونه یک چیز است که باید عرف اجتماعی ما باید تغییر بکنه. برنامه‌های آموزشی باید برنامه‌های آموزشی بسیار خوب وجود داشته باشه. جناب استاد، بازم سوال برمیگرده ای که عدم رعایت از اصل برات ذمه یعنی بیگناهی در ارگان‌های عدلی و قضایی مسئولیت که کدام پیامدها را در قبال داره؟ خیلی پیامدهای ناگوار میتونه به بار داشته باشه. مثلا وقتی شما اصل برات ذمه را در نظر نگیرین، چند تا نقص و نقیصه بسیار کلان داره. اول باعث خصومت میشه، مردم از ادارات دولتی با پلیس با سارانوال خصومت پیدا میکنن. بله. عقده‌مندی پیدا میشه، مردم در برابر کسای ارگانهای عدلی و قضایی عقده‌مند میشن و همیشه از نام متنفرن. دیگه ای که یک کسی که میخواد مثل سارانوال و پلیس میخواد فیصله صادر بکنه، اصل بیطرفیش نقض میشه، برخوردش بیطرفانه نیست، قانون جایگاه خود از دست میده، فساد اوج پیدا میکنه، مردم از دولت فاصله میگیرن، رابطه مردم با دولت قطع میشه. دیگه ای که صدمات روحی، صدمات مالی، صدمات اقتصادی فراوانه برای مردم داره. پس عدم رعایت اصل برات ذمه در ارگانهای عدلی و قضایی پیامدهای بسیار ناگوار. بسیار زیاد تشکر جناب استاد. جناب عارف صاحب، شما بازم بر ما بگین رعایت یعنی قضات در قبال اصل برات ذمه در جریان محکمه یعنی چی هست؟ بسیار کوتاه اگر لطف کنین. ای خیلی ها دامنه وسیع داره، اما نکاتی فشرده باید گفته شد که اولین مسئولیتی را که قضات دارن باید خدا را در جریان محکمه در برابر مدعی و مدعی علیه حاضر و ناظر بدانن و همچنان وجدان خود که خودشان قاضی است باید در بالای خود قاضی بدانن و همچنان به هر دو طرف به مدعی و مدعی علیه یکسان به اصطلاح به نظر ببینن، اونها را به یکیش خشونت نکنن و به دیگریش به اصطلاح نرمی بکنن، به هر دوش یک مساویانه برخورد بکنن. در صورتی که اگر برخوردی مساویانه نکنن، در اونجا باز اصلی برات ذمه زیر سوال میره. بله، بسیار زیاد تشکر جناب بارگزای صاحب. بیا هم سوال تاسو تا راجی کیگی ده حقوقی لحاظ دغه اصل ده برات ذمه یعنی چه ده؟ د حقوقو په علم کې چې دی د برات اصل چې دی دا د تاریخي صاحب د لحاظه یا په اصطلاحاتو د لحاظه چې دی دا د جزایي برات د اصل په نوم باندې یا د متهم د بېګناهۍ اصل په نوم باندې یا په حقوقي جزا کې د بېګناهۍ د اصل چې دی دا ډېر ممول شوی دی او ډېر کارول کېږي. او د دې په حقوقو کې چې د برات اصل ده داسې په دې معنا دی چې بله جناب بارگزای صاحب، بیا هم زموږ یو اوریدون که تماس نیولی دی. بله بفرمایین. سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام، مهربانی بفرمایین، سوالتون رو مطرح کنین. یک سوال داشتم شما در مورد حق و حقوق است. میخواستم سوال ما این بود که فرق بین دریوالسنه متهم مجرم و مجرم چی است؟ وانی که میگن محکمه سیگانه همی چی مانا؟ بله بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. ادمان جناب عارف صاحب، شما سوال شنونده ما را شنیدین. میشه که شما خب فرق بین متهم و مظنون و محکمه سیگانه یعنی چی؟ مهربانی به شنونده ما. مظنون، تشکر از خواهر ما، برای خواهر ما باید گفت که مظنون شخصی است که بالاش گمان شک شده و او ارتباط میگیره با پلیس که بالای از او به اصطلاح اتهام میکنه. ببخشید، مظنون زن گمان میکنه، شک میکنه و متهم کسی است که او را دوسیه‌ش به سارنوالی روان میکنه و سارنوال علی از او اقامه دعوا میکنه یا دوسیه‌ش ترتیب میدن. این فرقش است. و محکمه سیگانه، و محکمه سیگانه که یکی محکمه ابتدایی است و دوم استیناف است و سوم هم فرجام خواهی یا نهایی. محکمه ابتدایی که در ولسوالی ها می باشه یا در نواحی می باشه که ابتداءن علیه عموم مدعی مدعی علیه اقامه فیصله می شوه. بعد اگر در صورتی که طرفین دعوا یکی از اینها قبول نکنن فیصله محکمه را،
محکمه ابتدایی را بازی دوسیه راجع میشه به محکمه استیناف. محکمه استیناف هم او با در نظر داشت صلاحیت و صلاحیت قانونیشان فیصله میکنن. اگر طرفین دعوا یکی هم قبول نکنن باز این دوسیه راجع میشه به محکمه فرجامخواهی یا استر محکمه. بله. این محاکم ثلاثه است. بله بسیار زیاد تشکر، امیدوار هستیم که خواهر ما از ولایت بلخ جواب خود گرفته باشن. جناب بارکزای صاحب که دو سوال پات برخه چه یعنی حقوقی لحاظه چه اصل برات زمه ده چه تا ویل کی پاتیوی مهربانی وکړی. نو مونږ ویلای شو چې د برات اصل چې ده په حقوقو په علم کې داسې تشبیه شوی ده تر څو پورې چې کوم قاطع دلیل موجود نه وي په یو چا باندې د زحمت او تکلیف او یا د یو عذاب ورکول دا چې دي ناروا دي ناجایز دي تر هغه وخته پورې چې د محکمې باصلاحیته محکمې حکم نه وي شوی یا څه شخص محکوم علیه نه ثابت شوی چې په همدې برخه کې مونږ ویلی شو بیا د خپل پخواني جواب ته چې د هېواد اساسي قانون 15 مادې او د جزا قانون 4 مادې د جزایي اجراتو قانون همداسې 15 مادې سره حق لري تر څو چې یو شخص چې باصلاحیته محکمې په حکم محکوم علیه نه وي ثابت شوی دی بې ګناه دی چې د همدې جزایي اجراتو قانون 15 مادې دا دویمه فقره حتی داسې وایي چې قاضی او تارول نشي کولای چې په قضیه کې هغه دلایل چې غیب هم ولري چې چیدګي ولري. ډیر مننه جناب بارکزای صاحب، تشکر. چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، شنوندای عزیز آخرین سوال خود از جناب استاد میپرسیم که جایگاه اصل برات ذمه یا بیگناهی در قوانین بین المللی چی هست؟ بسیار تشکر. همینطور که بیشتر اشاره کردم از جایی که اصل برات ذمه یک اصل بسیار مهم هست در قانون، در شریعت، در احادیث، علاوه بر از او در تمام قوانین کشورهای دنیا اصل برائت و ذمه دیده میشه. و این یک اصل بین المللی است و این به عنوان یک قاعده اساسی شرعی بین المللی اجتماعی و فرهنگی در تمام جوامع وجود داره. قانون اساسی رو شما در جهان نمیبینین یا کشور رو شما در سراغ ندارین که در قانون اساسی چیزی به نام اصل برائت و ذمه نباشه، چون اصل برائت و ذمه از جمله حقوق اساسی و حقوق ذاتی انسان است و همه کشورها به حقوق انسان ها احترام دارن. اصل بسیار مهم است و یک اصل بین المللی و قابل احترام است. بله بسیار زیاد تشکر. خب تشکر میکنیم از مهمانان برنامه خود در استودیو و مهمان ما که از کندهار با ما در تماس بودن. برنامه امروزی ما در همین جا به پایان میرسد و شما میتوانید به شماره 0788-88-6350 که شماره برنامه هست و 24 ساعت فعال است زنگ بزنید و نظریات و سوالاتتان را مطرح نمایید. همچنان صفحه فیسبوک ما یعنی حقوقتان زندگیتان نیز در خدمت شماست و شما می توانید تا برنامه های ما را از آن طریق بشنوید و هم نظریات، سوالات و پیشنهادات نیکتان را با ما شریک نمایید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار همه‌تان. تو را حق دادم مساویان خدایت، شکن زنجیری اسارت زباید، کنیم نابود خشونت را زمین، همین باشد تو را راه و رضایت، نسوزد دل کس بر حال مردم، بکن ثابت به مردم حرف آید، زن و مردی وطن شریک و هم داشت، همین باشد وطن را بس کفایت، تو را حق دادم مساویان خدا زنجیری اسارت زباید. این برنامه از طرف شبکه مساعدین حقوقی و وکلای مدافع افغانستان به همکاری IDLO به شما تقدیم گردید.